دو سال بی خودی عمرت حرام کردی توی روستا. باید میموندم. بایدی در کار نبود. میدانی مادر تو آقات چه کشیدن توی مدت؟ یه آب خوش گلوشان پایین نرفت. تکام میخوردن میگفتن دخترمان کجال. حالا وقتی این حرفاست؟ فردا داریم با هم بر میگردین خب؟ میخوای برای جمع کردن وسایلت بیام کمک؟ نه کاری ندارم، فقط زحمت بکش. یه سری وسایل گذاشتم کنار، برسون به دست اونایی که میگم. خیالت راحت باش، میرسونم. چی شده خاله؟ چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ نمیگی؟ میخوای ازم حرف بکشی؟ پری روز که یکی از بین رفت گفتم قضا و بلاست. یکی چه بگم؟ چه بکنم کجا؟ فرستادم پی فاروق که بیاد سر این زبان بزیه ببره. این فاروق همه قد دیر میکنه تا این هم مثل او یکی تلف بشه. چی کار میخوای بکنی خاله؟ نمیذارم این هم مثل او یکی تلف بشه. سرشو ببری؟ بعد از مرگ شوهرم خیلی کارا کردم که هیچ کدام از زنای آبادی ندانستم بکنن. اینم یکی از اون کارا. آبش کن. سلام خاله. سلام. بازم دیر رسیدی فارو. سرش بریدم. برو گوشتش ببر مغازه، ترمیزش بکن، برام بفروشش. حق دست خودت هم بردار. برو. خاله
میبینی کجار؟ فقط حنا برام مونده. فردا اهل آبادی میگن بعد از مرگ شوهرش نتونست زندگیشه به چرخانه. گاواتون مریضی گرفتن، دست شما نبود که. به خدا اگه ای از بین بده قسم میخورم با همو کارت قلبم سوراخ بکنم. اه خاله، حنا بنا بود فردا بچهش به دنیا بیاره، اگه تا فردا بچهش دنیا نیاد هم خودش میمیده هم بچه تو شکمه. از کجا میدونی؟ من یه عمر با این گاو و گوساله ها زندگی کردم، مهربان که چند روز پیش مرد، قهوه ای الان سر بریدم، فقط میمانه حنا و بچه تو شکمه. من میرم شهر برای گاو دکتر میارم. توران کشال بیا تو. برادرت خونه است؟ آه پیش منه، خوابه. کار چیزه؟ اومدم ازش ماشین بگیرم. برای چی؟ گاوه خاله ربابه مریضه، میخوام برم از شهر براش دکتر بیارم. چرا تو؟ تنهاست، کسی رو نداره، کی بره؟ الان میرم کلید ماشین میارم. پس به عمو حبیب بگو. نمیخواد، گفتم که خوابه. بعدن دلخور نشه. از چه؟ از این که اومدی کلید ماشین بابا در رانندش بگیری؟ صبر کن الان میام. اون آقا رو ببینه، خون ریزی شدید داره. بنشین، هر وقت نوبتان شد صداتان میکنم. من میگم حالش خیلی بده، خون ریزی شدید داره. اینا که اینجا نشسته همشون حالشان خرابه، فکر کردی اومدن اینجا دوره همین؟ کجا خانم؟ اگه شما نیستم. سلام آقای دکتر، یه نفر اونجا زخمی شده، خون ریزی شدید داره، میشه ببینینش؟ خانم بیاین بیرون. اجازه بدین شما خانم، اجازه بدین. شما بفرمایید سر کارتان. چشم آقای دکتر. هیچو سرش منازه پایین تازه نداخت. اونا هاشون اونجا نشسته.
برنش تو. چیزی نیست، چیزی نیست. چه کردی با خودت؟ با من کاری ندارین دکتر؟ مگه شما با هم نیستین؟ دارم نسخه شون نیستم، کی با برا بگیره؟ باید گوله را دستش درارم. من تو راه بهشون برخوردم، رسوندمشون اینجا. حالا شما هر کاری میخواییم بکنین. خانم میاین؟ دستش باید عمل جراحی بشه. بهتر شما برید بیرون مراقب بچه باشین. نبینه بهتره، عمل سختیه. وسیله نداریم، اگه سرشا نمیبریدم حیوانت حرام میشد. بس ما هر بره سری برید. خدا شاهده کار از این حرفا گذشته بود. خدا ولی در نگذاره. دکتر با باری نبانه، بدبخت میکردین، بیچارم کردین. بفهمه خانم. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایی. یه گاو آبستن داریم، مریضه، اومدم براش یه دکتر ببرم. دکترم هم کجا بود؟ یعنی چی دکترمون کجا بود؟ جهاد دکتر نداره؟ خانم محترم، مریضی آمده تو روستاها، حیوانای مردم دارن تلف میشن. ما سه تا دکتری، دو تا من رفتن روستا، منم اینجا جوابگوی اونایی هم که دارن حیواناشون رو میارن. خب حالا ما باید چیکار بکنیم؟ وایسیم تا اون گاو بمیره؟ والا نمیدانم. همین آقایی که الان رفت بیرون حیوانش آورده بود اینجا مداوا کنیم، دیر رساندش، مجبور شدیم سرش رو ببریم. خب حالا تا کی وضعیت اینجوریه؟ فعلا که اوضاع خوبی نداریم، شرمنده تانیم. نمیشه خودتون بیاین، من با ماشین میبرم و میارمتون. خانم من 10 روز خانه نرفتم، شبان روز اگه یه 2 ساعتی بخوابم. اینجا باید یه دکتری باشه. بله. کجاست؟ هر آرام رو اتاق آخر اتاق رئیس. اسمشون چیه؟ دکتر کیهانی، رئیس جهاد. خیلی ممنون. بچه هامان بدون استراحت دارن کار میکنن. شما اسم و آدرس محلتانه بنویس، اسم روستاتانه بنویس تا من در اولین فرصت براتان دکتر بفرستم. اولین فرصت یعنی کی؟ نمیدانم، واقعا نمیدانم. آقای رئیس، اون گفت باید حالش خوب بشه، من باید براش دکتر ببرم، باید. متوجه میشین؟ قسمت باشه، هم گوز نمیمانه هم گوسالش. شما هم که تلاش خودت کردی. خانم؟ بله. این جوانی تو شهر هست که رشته دامپزشکی خوانده، تازه درسش تمام کرده، شاگرد خودم بوده،
اما هیچ علاقه‌ای به کارش نداره. این مدرک گرفته که باش بره استرالیا. اگه بتونی مجابش کنی که باشت بیاد، کارت را میفته. میشه آدرسشو به هم بدین؟ عجم خاله. انت همت عارف تهجی؟ این اشبار چن اخرس؟ لا چی اسمک؟ عماد اسمك هلو. انت مثلنا تحجين، انت عربية؟ لا انا ايراني بس اشت بكويت. خل عطشان ما تعطيني ماي؟ سوقف بكان اشرب ماي. بخشید آقای دکتر هستن؟ چی کارش داری؟ یه گاوه مریض داریم، میخواستم یه نگاهی بهش بندازن. پسرم داره میره خارج، میخواد درسش ادامه بده، همه کارش هم کرده. آرزو داشتم دکتر بشه و هی اینجا بمانه، اما داره میره دیگه. این خانم با تو کار داره، اینم پوریاست. سلام خانم. سلام. این مدارک منه بیار، میخوام نشان مهندس بدم که اون کسری نداشته باشه. بذار تو کیفم. میارم. بفرمایید، در خدمتم. من از طرف آقای دکتر کیهانی مزاحمتون میشم. استاد کیهانی؟ چه کار میتونم براتون بکنم؟ داشتم الان به مادرتون میگفتم. یه پیرزن بیکس و کار گاوش داره میزد. زبون بسه خیلی بیقراری میکنه. داره میمیره. دارو نداره اون پیرزنه. مدام پزشکی نکردم تا حالا، فقط درسش خواندم. برای ادامه تحصیل دارم از ایران میرم. استاد نگفته بهتون؟ فقط یه نگاه بهش بندازین آقای دکتر. بالاخره شما دامپزشکین. به خاطر خدا، اون گاو همه زندگی خاله رباب است. من خیلی وقت ندارم. نزدیکه که ها؟ خودم با ماشین میبرم بتونو براتون میگردم. بیا کیفت. کجا داریم میریم؟ گفتم که یه گاو آبستن داریم، شمارم داریم میبریم برای مداواش. گاو آبستن؟ بله دیگه. کجا باید بریم؟ روستای مرزی. روستای مرزی؟ نگه دار خانم، نگه دار. من زود برمیگردونم شما رو. نگه دار خانم. خواهش میکنم آقای دکتر، خواهش میکنم. میگم نگه دار، نگه دار. باشه باشه باشه. آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر، اگه شما اون گاوو مداوا نکنین میمیره. بچه تو شکمش هم میمیره. من نمیتونم خانم، من کار دارم، من زندگی دارم. اما اولش باید میگفتی میخوای بری روستای مرزی. خب آره، بعد از اول میگفتم. حالا برین دنبال یه دامپزشک دیگه. من فردا کار دارم، مسافرم، باید برم تهران، سفر خارجی دارم. دکتر تو رو خدا. ای بابا، من نمیتونم، من نمیرسم، تو رو خدا بفهم. دکتر، آقای دکتر. Huh.
زمین میخواستم منه گروگان بگیرم برای آقا چون بند خود رو گروگان گرفته بودی؟ گروگان؟ آره، این کاری که شما کردی اسمش گروگانگیریه. داریم اشتباه میکنی سرکار. ما همیشه اشتباه میکنیم، حق با شما متهم هست، ولی اصله مالکیه. خانوم با شما، گفتم این اصله مالکیه. از کجا آوردینش؟ حالا یه مچ میخواد بیاد پیشم. باشه آقا قبول ندارم. بذار جیبت بابا تعارف علکی نکن. سرکار سوار. قربان امرین داری. برو سلامت. یه خانم با یه پسر بچه یه نفر گروگان گرفتن. همون جوانی که اونجا بایستده. دکتر دامپزشکیه. خانم اصله هم داره. ولی حرف نمیزنه. آری که الله بیا انگور بخور. نه خیلی ممنون. گلوم درد میکنه. این تو هم نتونستی ازش حرف بکشی؟ خانم محترمیه، جسارتن اگه میشه خودتون باش صحبت کن. برو میام. سلام استوار. سلام خانم معلم، شما کجا؟ اینجا کجا؟ خدا بیامرزه تو رو. کجاست که ببینه خانومش هفتیرکش شده، شهر رو به هم میریزه. بشینم اونجا. قشنگ حالا تعریف کن برام که چه اتفاقی افتاده، ماجرا چی هستن؟ گاوه خاله ربابه میخواد بزاد استوار، مریضه داره میمیره. رفتم شهر براش یه دکتر رو بردم، وسط را پشیمون شد گفت میخوام برگردم. این اصله داستانش چیه؟ اصلا مال کیه؟ مال همراه این بچه است. زخمی شده، بردمش درمانگاه پیش دکتر قیاسفند. اصلا ببینم اینو همراهش کی هم؟ پدر مادر این بچه کجا؟ همراهشو کی زخمی کرده؟ ببین همون با
باید با من حرف بزنی. اگه جواب منو ندی که من کمکت نمیتونم بکنم. پس جواب منو بده، یعنی اون چیزایی رو که میدونی به من بگو که منم بتونم هر کاری میتونم انجام بدم دیگه. وقتی ندونم که کاری نمیتونم بکنم. نمیشناسمشون. اصلا هم توسا که همراه این بچه بود. حالا سر کار ما تا کی باید اینجا بشینیم؟ مگه شکایت نکردی؟ مگه شاکی نیستی؟ خب بله. قربان ندرلو. بله قربان. بیا اینجا ببینم. چشم قربان. باید تشکیل پرونده بشه، صورت جلسه بشه. عجله نکن، حالا حالا کار داریم. شاید که دیگه تکرار نشه. بله قربان. راحت باش. این خانوم و این بچه هم آزادن، میتونن برن. قربان. قربان چی؟ قربان رو اون دکتر اصلیه کشیدن اینا. بله آقا، حتما باید منم میکش. اینا رو باید بازداشتشان کنیم تا ادب بشن، دیگه رو کسی اصلیه نکشن. قربان، این آقا رو راهنمایی میکنی، محبته، تا وقتی هم اجازه ندادم حق نداری بیاد داخل. برو تو محبته. ای بابا دارم حرف میزنم. گفتم برو جمعه نیستا. ببخشید قربان، نمیخوام رو حرف شما چیزی بگم، ولی صورت جلسه کردیم. سرکار اسوار میدونی داری چیکار میکنید؟ ممنون که نگرانم این گروه با عزیز من. من به این خانم اعتماد دارم، اعتماد کامل. حتی اگه میزد اون پسره رو میکشتم، من میگفتم حتما باید کشته میشد اون پسره. یعنی اینقدر اعتماد دارم، اطمینان، ایمان دارم. متوجه میشی؟ قربونت، برو سر کارت. برو عیسم. چه سرت من ببخشید. Por ahí está. Esor bezan. Esor bezan. Gaz. Gaz nade. Gaz. Esor bezan. Gaz kurban. Digam gaz nade. Sedan gaz kharabe, chikarish kan. Bezan tu sarish bel mikone. Biyor gomshe bina. روشن شد؟ آره. زهر ماره. کابوت با هم بریم. کجا دارن میره اینا سرکا؟ میان خونه شون. شما نمیتونین آزادشان کنین. من شاکی هم از اینا. رضایت نداده منو. اونش به تو ربطی نداره. من ضامنش شدم. بریم دیگه همون. بریم. به سلامت. ولی آخه سرکار، اینا آدم ربایی کردن، اسلحه کشیدن، شلیک کردن. خوب کردن. یه دفعه دیگه هم تو حرف بزنی ها، میندازمت تو انفرادی، حالت جا بیاد. آخه آدم، اون به خاطر نجات جون یه دونه گاو اون کارو کرده. وقت تو من انتظار داری بندازمش زندان؟ اگه دکتر دامپزشک که جون ایوون براش مهم نباشه، بیشتر از این نباید انتظار داشت. متاسفم برات. برو دیگه همون جون. چرا وایستادی عزیز من؟ بریم به سلامت. مراقب خودتون باشین توی راه. حالا که پشتم پا من دکتر. قربان راحت باش. میخوام برم مز نمار رو ببرم. کاری چیز ندارین؟ نه دیگه، فقط برگشتن مراقب خودت باش. تو را داریم. یا راستی یه گوشت درست درمون بخر، یا آب گوشت همچین پدر مادردار بپزی بدیم این سربازای بیچاره بخورن. چشم قربان. آخه دیگه برای آب گوشتم احترام میذارم. ببخش قربان. یه برو دستتو بشون. یا برو از دستتو ندرلو. Thank you.
من اونو خاله این روح دیره ناصر اهوا یم دکتر حتی اطیبه تعالی نروح یما ايه نروح شد دکتر کو تو راهه الان میرسه شفت ها های هنا ای کیه اماد عراقیه نگفتم اسمش کیه کجاییه میگم ای کیه اینجا چه میکنه جاده خاکی رو میری انقدر میری میرسی به یه روسته همونجا روسته مرزه سرکار منم میرسن هرچه بخوای میدم رشوه مامور دولت اونم در حال ماموریت پسر جان تو اینجاشم بهتر ما سرکار رو صاحب آوردن را بیار عدنا هاشر موها ويطلع من الدمو ماتت ليش رموها؟ ياهو رماها؟ بس يرادوا بكظون أبوي طبقوا الهاشر هم هاشر ماتت هم كظون أبوي أنبجت على أبوي أنبجت على الهاشر ليش كذابوك؟ بش أبوي بيران تولد وما ماشتور راني كظون انت ليش؟ انت ما كذوك؟ لا بشان بعراق تولد بصفة مالم شغل بي جد يم كلام يا مالم شغل بي امن يطع تعرف ناصر انت فاميل ويا ناصر؟ لا هو يشتغل ويا جدي شي احوى مو امه؟ ايه هو كان امه بس هو بيد حبانه ويا ناصر جيت هنا
إيه ماسي أدبونا من أراق برا وجدي انطاني شان ناصر من طاطف خاطر يدير بالي. ليش أنت يا اتفاق؟ اتفاق؟ ما أدري. أنت من وين تعرفي ناصر؟ ناصر أول جا شيش أهنا. ارجع برا. خوي عفي انا قاعد هنا. یکم آف. نمیخوای بگی که این همه راه اومد اینجا برای خوردن آب؟ میدونی برای چه آمدم؟ کیف را بیار. گاوه اون پیرزن اونجاست. نمیخوای حالا که اومد اینجا معاینش کنی؟ نه. یکی دو روزه دوتا از گاواش مردن. همین یه دونه مونده. همه زندگیشه. بارداره. حداقل به خاطر بچه تو شکمش. گناه داره حیوان. دکتر کجال؟ آره خاله، اومده حنا رو معاینه کنه. میخواد بچهش رو به دنیا بیاره. خدا خیرت بده. زبان پسته داره تلف میشه. کمکم کن. نان شبم. تو کیفم و گوشیم میاری؟ Thank you.
خدایا کمکم کن. خوب میشه خاله، دکتر داره معاینش میکنه. سلام دختر. سلام. دکتر هست؟ بله هستم. دکتر قیاسونده دیگه؟ بله، ولی درمانگاه تعطیل شده. اتفاقی افتاده سرکار سوار؟ نه چه اتفاقی، فقط میخوام ببینمش. لطف کن بگو سوار جلالی بیرونه. چشم، یه چند لحظه منتظر بمانی. چشم. دکتر سلام استوار، حالتان چطوره؟ ای طرف ها؟ قربون شما، بد نیستیم. چطوری با زحمت های ما شما؟ ای حرف ها چیزه، هر کاری که ما کردیم انجام وظیفه بوده. کدوم انجام وظیفه قربونت؟ من که میدونم شما لطف میکنی به ما. به جان خودت هر وقت حرفت باشه مادر کلی دعات میکنه. زنده باشن انشالله. بفرما تو. قربون دکتر، ظاهرن یه کسی که زخمی شده، تیر خورده یه همشین چیزه یه آوردن پیشت. ها این خانومه اومده گزارش داده؟ من خودم میخواستم بشتان خبر بدم، ولی خب سرمان شلوغ بوده نتونستم. خواهش میکنم، حالا میشه ببینم این شده؟ حتما. بفرمای تو، بفرمای. بیرمی قربونه. کاری بابا ندارین دکتر؟ نه شما بفرمای تو. نه میشناسی نشو صبح؟ دکتر زنده است، بچهش زنده است، ضربان قلبش را شنیدم. خوب میشه؟ اوضاع خوبی نداره، دارویی هم که میخواد من ندارم. بی دارو هم زنده نمیمونه، نه خودش نه بچهش. باید عمل شه. ای کار میکنی؟ بی دارو بی وسیله. نسخهشو بنویسی من میرم میگیرم. نه لازم نیست، من خودم یه کاری شرط دارم، داروهاشم میگیرم میارم.
برا چیه برا؟ حالت خوب نی؟ سلام برا. سلام. حالت خوش نی؟ ماشینت خرابه؟ خاموش شده. روشن نمیشه. از کجا آمدی؟ روستای مرسی. شرمندم. از کار ماشین چیزی سرم نمیشه. کار دیگه هست بگو برات انجام بدم. میتونی برسنیم اونجا؟ دیرمان میشه. گناه داره بندی خدا. اینه میرسانیم بعد میریم. میتونی تا روستای مرزی چنی راهه؟ هرچی نمیتونیم اینجا بذاریمش. من بعد چه بکنم؟ چه بکنم؟ با هم میای. نکنم خواهی اینجا بمانی. کجال چه میکنی؟ هیچ. میگم اگه خدای نخواسته دکتر نیاد من چی گلی بگیرم سرم؟ دلم روشنه که میاد. میاد و هنها رو میزامونه. خدا از ذهنت بشنوه. خاله جانم یه چیزی بگم. بگو. بگو قربانت برم. بیا 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 بشین ببینم چه مخوای بگی. حالا یه خاله برات قدیمه شده؟ نه جانم، میخواستم بگم عطا شما رو خیلی دوست داشت. شما مثل مادر پسر واقعی بودین. وقتی به دنیا آمد مادر شیر نداشت. منم یه بچه 10 روزه داشتم که مرد. آخه عطا شیر گاو و گوسفند نمیخورد. یه سر گریه میکرد و وق میزد. وقتی آوردن شیرش بدم تا نگاش کردم مهرش به دلم نشست. شیرش دادم ساکت شد و آرام تو بغلم خوابید. به مادرش گفتم مثل پسر خودم میمانه. روز عروسیمون گفت من 2 تا مادر دارم. مادرشو میگفت با شما. گفت هرچی به مادرم محبت کردی همونقدرم خاله ربا برو محبت کن. شرمنده. هیچ کاری نتونستم براتون بکنم. همه کار کردی کجال جان. همه کار. دردت به جان. خاله چه شده؟ ماشینش افتاده بود تو چاله. خودش هم از حال رفته بود. چه بلای سرت اومده دکتر؟ چیزی نی. یعنی چی چیزی نیست؟ نمیخواین بگین چی شده؟ من مریضی قند دارم. با انسولین بزنم یا آمپولیه که یادم رفته با خودم بیارم. یعنی اصلا فکرش هم نمی کردم ایقه کارم طول بکشم. حالا باید چی کار کنیم؟ فقط میدونم این آمپول خیلی زود باید بزنم. من میرم شهر براتون انسولین میگیرم. برو کاغذ قلم بیار داروه رو بنویسم. داروی هنارم بنویسم همه رو بگیر و بیار.
اینا این ماشین است. با ما کاری نداری؟ میرسانمتان. من باید برم، دیر مانه. اما کانیکی هم چیزی نمیدانم. اکومک میخوایی بمانم؟ نه خیلی ممنون. بریم آن. خیر پیش. خداحافظ. ماشینه که روبرا شد خودم باید میام شهر. اوجا باید برم چند تا دوستای قدیمی می ببینم. تو هم کارات که تموم شد با هم برمیگرد. برو بنیش تو ماشین، هر وقت که گفتم استارت بزن. بفرما آقای دکتر، آب قند بخور برات خوبه. دست درد نکنه، من آب قند برام خوب نیم. اگه آفتاب اذیتت میکنه جا تبه برم تو. نه آفتابش خوبه. اگه خوبه چرا نمیخوابی؟ دلتنگ خانوادتی؟ نه. دلتنگ کجالی؟ نگرانشم. او توی جاده تنهاست. وقتی تو جاده تنها بودی کی نگهدارت بود؟ خدا خودش نگهدار بنده های خوبشه. دردت به جانم، اگه نگرانشی بسپارش به همون خدا، خودش کمکش میکنه. سلام. بفرمه. انسولین چند تا؟ دو تا. نه پنج تا بدین. ببخشید من میتونم از اینجا یه تلفن بزنم؟ کار واجبیه، میدونم تلفن عمومی نیست. بفرمه. سلام آقای دکتر حیدری؟ بفرمایید. من از طرف دکتر بهاری تماس میگیرم، دکتر پوریا بهاری. بله بفرمایید. دکتر چند تا آمپول میخواستم برای گاو باردار، نسخشم نوشتن. خواهش میکنم، من داروخانه نیستم، تا دو ساعت دیگه میام اونجا. دو ساعت دیگه؟ خیلی دیره آقای دکتر. یه دقیقه برای من یه دقیقه است. خود دکترم حالشون خرابه، انسولین براشون گرفتم، بعد زود برگردم. من سعی میکنم زودتر بیام. لطف میکنین. چیز آدرس ما رو داری؟ بفرمایید، یادداشت میکنم. پس یادداشت کنین. خیابان صلاح‌الدین ایوبی. بله. کوچه شهید میرزایی. بله. داروخانه دامپزشکی جهاد سازندگی. خداحافظ، میرسم خدمت. یا داروخانه میبینم. دو ساعت تاخیر انسولین خیلی خطرناکه. بستگی داره، ولی نباید تأخیر بیفته. چقدر میشه؟ 8 تومان و 5 زار. بفرمه. سلام استوار.
سلام کجار، اینجا چیکار میکنی؟ داستانش مفصله، سر فرصت براتون تعریف میکنم. چند تا آمپول گرفتم برام پسر دکتره. اون قرار شد بیاد گاو شما رو درمون کنه، حالا تو اومدی برای اون آمپول بگیری؟ مگه چشه؟ مرض قند داره، حالش خیلی بده. شما اینجا چیکار میکنی؟ اومدم برای همون زخمیه که آوردی دارو بگیرم. حالش چطوره؟ خوب میشه، دکتر داره گوله رو تو دستش در میاره. چرا برگشت؟ نمیدونین؟ مگه تو میشناسیش؟ چرا کمکش کردی؟ به آدم زخمی و بیپناه کمک کردم. نباید میکردم؟ خودت هم میدونی که اون کار درستی نکرده. از این بابت همه ایمام شرمنده بودیم و هستیم. تمام این مدت تلاش کردیم که اون برگرده، ولی عذاب وجدانش نمیذاشت که برگرده. حالا که با این اوضاع احوال اومده، کجار خانم شما کمکش کن دیگه. درسته که باعث شهادت عطا شد، ولی اون نه قاتل نه آدم کش. ببخشینش. بابت دیروز ممنون. من باید برم، دیرمه. سرم چیزته؟ چی شده آقای دکتر؟ چه میخوای برات بکنم؟ ها؟ چیزی کجا نیامد؟ نه هنوز نیامده، ولی پیداش میشه. حالا چطور؟ هنو ناله میکنه، درد داره. داروهاشو بیاره خوبش میکنم، بچه‌ش سالم برات دنیا میاد. خدا خیرت بده آقای دکتر، خدا خودش عوض خیر بشه بده. خاله جانم میای؟ آره دردت بالش سرم. بله میشینی؟ چشم. بفر. برم حرف بزن. از چه بگم؟ نمیدانم، هر شما خواهی بگو. میخوای یک هجال برات بگم؟ ها. از خودش، از زندگیش. چرا با ثروتی که باباش داره اینجا مانده؟ فاروق پدر کجال مال ای آبادی بود، تا ای که رفت کویت و وضعش سکه شد، چند تا لنش خرید، خودش هم شد ناخداش. هر چند سال یه بار می آمد آبادی و سری به فامیلاش می زد و می رفت سر قبر پدر خدا بیامرزش. فرهاد برادرش می دید. تو آخرین دفعه که آمدن آبادی، فرهاد از کجال بری پسرش عطا ازش خواستگاری کرد. قبول کرد؟ اولش نه. آخه دختری که تو کویت زندگی کرد و با این ناز و نعمت بزرگ شده، اینجا چجوری دوام میاره؟ کجال گفت نه. فرهادم دیگه پاپیش نشد، تا وقتی که فاروق و زن و بچهش میخواستن برن کویت.
موقع رفتن فاروق و زن بچهش به کویت کشور گفت مخاطش مخواد زنش بشه، قبول کرد. چجور قبول کرد؟ هیچ کس نمیدونه، خودش میدونه و خداش. عطا کجاست؟ شهید شد. کی؟ 2 سال پیش. توی 2 سال چرا ماند؟ معلمه، عطا معلم بود، به خاطر عطا ماند. تمام بچه های این روستاره این زن و شوهر خواندن و نوشتن یاد دادن. شما تلفن زدید از طرف دکتر پویا؟ بله بله. حالتان خوبه؟ ممنون. بفرمایید، این نسخه یه که دکتر پویا نوشته. گفتین دکتر پویا در یه گاو درمان میکنه؟ بله دیگه. ببخشید، میشه یه مقدار زودتر داروها رو بدین؟ چیزه، قرار نبود امروز من بیام اینجا. کلیدا پیش صاحب داروخانه است. شرمنده، اصلا حواسم نبود. نگران نباشید، الان پیداش میشه. من زود برگردم، پوریا حالش بده، میخوام براش انسولین ببرم. پوریا کجاست؟ شما از کجا آمدی؟ روستای مرزی. مگه پوریا انسولین نداشت؟ نه دیگه، فراموش کرده. من دارم براش میبرم. خب شما به جای اینکه هر کس سریعتر انسولین به پوریا برسانی، آمدی اینجا میخوای دارو بگیری برای گاو؟ اگه تا چند دقیقه دیگه دارو دستم نرسه برمیگردم. الان هم جون اون گاو آبستن در خطره، هم زحمات یه عده آدم، به خصوص دکتر پوریا که داره برای اولین باری حیوانو درمون میکنه. وقتی داشت اون نسخه رو مینوشت تمام بدنش میلرزید. مطمئن باشین اونم راضی نیست من دست خالی برگردم. تو رو خدا یه کاری بکنیم، خواهش میکنم. قفل میشکنم. آمپولاتونو گرفتم. دستتون درد نکنه.
حالتون چطوره؟ هنوز زنده. آستینتون رو بزنیم بالا. مگه شما میتونید؟ خیالتون راحت باشه. نمیکشمتون. هنوز باهاتون کار داریم. خوبه دیگه. دست در نکن. استوار جانم با من کاری نداری؟ باز ما رو شهرمندی خودت کردی. ببخشید بخور. امیدوارم یه روزی برسه جبران بکنیم. اصلا حرفش هم نزن. باید برم دیرمه. ناصر خان خداحافظ. مواظب خودت باش. خداحافظ. قربان. خوب. بیایی زن. ما هم دیگه یوش یوش بریم. بگوش دیگه. خجالت میکشم اتا از زنش اتو که جال هم اول من شناخت من آورد در منگاه. تو همون موقع باید میموندی مجازات میشدی اگه مجازاتی به کار بود. همون موقع هم بهت گفتم یادته؟ گوش نکردی که. از اولم تو بین تمام اون بچه ها از همه قدتر بودی. خب بریم. کمک میکنی؟ چی کار کنم؟ یا اون پولا فعلا حالش جا میاره و برای عمل آمادش میکنم. کنارم باش. جمعایی که پیش عطا و رفقای انقلابیش بودم همه چی رو ازش یاد گرفتم جز شجاعت. وقتی منو گرفتن زیر شکنجه تاب نیاوردم و عطا رو لو دادم آوردنش سلول من. عطا تو وصیت نامش نوشته بود تو مقصر نیستی، کسی هم حق نداره چیزی بهت بگه. نوشته بود منم میتونستم چیزایی رو اعتراف کنم که آزادم کنن، ولی این کارو نکرد. بهش گفتم اگه شجاعت تو رو داشتم لوت نمیدادم، حلالم کن. حتی گفت کسی رو به خاطر نداشتن شجاعت مجازات نمی کنن. ازتون میخوام که مثل عطا حلالم کنین. اگه نه برای مجازات حاضرم.